شور ساعت 19:26 زمان زندگی من مبدل شد به زمان وجودی من با وقوع تجربه نفسانیم به زمان بیکران ازلی. خدازروان یا زمان بیکران ازلی را از حکمت خسروانی نوشته هاشم رضی آموختم. در بیت 1420 دفتر سوم مثنوی از کماند زمان رهیده شدن عاشق حقیقی نوشته شده است: میر احوال است نه موقوف حال، بندهی آن ماه باشد ماه و سال. تا اینجا مولانا در شرح معشوق حقیقی و احوال عاشقانی که در عشق حقیقی خالص نیستند بیاناتی ایراد فرمود و اکنون شروع می کند به بیان مراتب آن کاملانی که در عشق معشوق حقیقی خالص و صافند و نیز اشاراتی دارد به این نکته که خلیفه باید عین مستخلف باشد. گویا این بیت در جواب سوالی مقدر است به این مضمون: یا حضرت مولانا، تا اینجا عاشق ناخالص را شناختیم، حال بگو بدانیم که عاشق خالص کیست؟ اما جواب: عاشق خالص میر احوال است و موقوف حال نیست. یعنی عاشق حقیقی مقید به حال که کیفیت روحی سری و زوال است نیست، بلکه مسلط بر آن است. چنان که عاشق ناخالص و یا سالکی مبتدی بر حال چیرو حاکم نیست، یعنی هرگاه اراده کند حال به او دست نمی دهد، اما عاشق حقیقی یا سالک منتهی حاکم بر حال است و هرگاه اراده کند از حالات متعالی روحانی لبریز می شود و ماه و سال بنده ماه وجود آن عاشق حقیقی است. یعنی عاشق حقیقی از کمند زمان رهیده است و زمان نیز تحت تصرف اوست. خوارزمی میگوید توحید عشق نه آن است که دوست را بیگانه دانی، بل آن است که او را یگانه باشی و از همه بیگانه باشی. محبوب حقیقی در مطلوب بودن موقوف حال نیست، بلکه حال موقوف ارادت اوست. حال عرضی است قائم بدو. همین روز و ساعت 20:42 است. نمیگویم که سالک منتهی عاشق حقیقی شدم و به نظرم می رسد که رفتن را فراموش کردم امری بود به حال از طرف من. در کتاب دومم به نوشته آمد: در اواخر آن کتاب و ابتدای آن کتاب از رجوع به دو وکیل و رفتارشون و ضرورت رجوع به دفتر ابلاغ برای همراهی مأمور به واحد مالک بالایی برای ابلاغ حکم نوشته بودم. برای پایین آوردن استرابم می خواستم در طی راه تا دادسرا آن جمله را با خودم تکرار کنم، یعنی رفتن را فراموش کردم. جمله رفتن را فراموش کردم منتها تا به امروز به تعویق افتاد و اثر آن جمله که انتخابم بود و نوشته شده است در کتابم. می دانستم این تعویق را برای دکتر رحمتی به عنوان مثال در مورد پدیدارداری شدن وقایع روزمره این نمونه را آوردم و نوشتم که همان موقع آن جمله نوشته شده در کتابم برایم مرموز بود، دارای رمز. شاید دلیلش آنچه مولانا در بیت 1421 بیان می‌کند است و بیت بعدیش را هم خواهم آورد. آن جمله من فرمان شد برای حال و حال فوراً از آن اطاعت کرده است. در میابم با بیت در زیر: چون بگوید حال را فرمان کند، چون بخواهد جسمها را جان کند. هرگاه عاشق حقیقی به حال فرمان دهد، فوراً حال اطاعت کند. یعنی اگر به حال بگوید این گونه باش، همان گونه می شود و هرگاه اراده کند جسم را نیز به مرتبه روح می رساند. منتهی نبود که موقوف است او، منتظر بنشسته باشد حال جو. آن سالکی که مقید و محکوم حال است و به انتظار وارد شدن حال نشسته است، کامل و منتهی نیست. بیت 1422. همین روز و ساعت 21:10 است. در میابم که صافی شدم و نه صوفی، چون تولد ولادت ثانی داشتم. تجربه نفسانیم رستاخیز من و تولد ثانی من بود. در بیت 1426 این تفاوت در خط اول تفسیر بیان شده است و ادامه دارد در ابیات بعدی و از این ابیات دو بیت را میآورم. بیت 1432: برج مه باشد لیکن ماه نی، نقش بود باشد ولی آگاه نی.
چنین کسی برج ماه است نه خود ماه، یعنی همانطور که ماه به طور دائمی در برج آسمان توقف نمی کند، تجلی حق نیز بر عاشق ناخالص دائمی نیست. برخلاف میر احوار که هیچگاه از تجلیات حق خالی نمی شود، چنان که این معنا در بیت 1420 توضیح داده شده. او در واقع نقش بت شده اما آگاهی ندارد، یعنی او خود مبدل به بت شده ولی از این امر غافل است. به جای آنکه پرستنده حق باشد، خودبین و خودپرست شده است. یوسف ابن احمد مولوی گوید جمال و کمال مخلوق از تغییر در امان نیست، چه همه اینها مظاهر تجلیات الهی است. هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را همچون پدر بگرفته سخت. اما صوفی که به دنبال صفاست ابن الوقت است و وقت را مانند پدر محکم میچسبد، یعنی سفت و مقید و وابسته به وقت است. مولانا آن کس را که در این طریق مقید به رسم ظاهر نمیماند و حقیقت آن را که تبدل حال و نیل به ولادت ثانیست در خود تحقق می دهد، صافی می خواند که برخلاف صوفی ابن الوقت نیست. ابن الوقت تست و آنچه صوفی طالب آن است یا خود را طالب آن نشان می دهد برای وی حاصل است. از این رو حاجت به تکرار و تقلید احوال و اقوال مشایخ ندارد و اگر سخنهای دقیق میگوید از مواجید و از واقع خود اوست، از تصنع و تقلید که شیفه مدعیان بیمعنیست نیست. بی نظیر است این کشف. در بیت بعدی از رسته در گیومه نوشته شده است. نام کتابم را رسته انتخاب کرده بودم و با خودم گفتم یه رسته، یعنی همیشه چیزی برای همیشه تمام شده است و به معنی برای همیشه کامل بودن. به این دلیل رستا را انتخاب کردم، حتی با دانستن این که در فرهنگ ماین در یک جلدی آن رستا وجود ندارد و کتاب بیست من است. در بیت بعدی بیت بالا که در بالا آمده است و به معنی که رسته دارد در این بیت، رسته هستم. هست صافی غرق نور ذوالجلال ابن کس نی فارغ از اوقات و حال. آن صافی وافی غرق در عشق خداوند بزرگ است. او فرزند و طفیلی کسی نیست بلکه از جمیع اوقات و احوال رسته. بیت 1434 بود. غرقه نوری که اولم یولد است، لم یلد لم یولد آن ایزد است. آن صافی غرق نوری است که آن نور از کسی زاده نشده است. نزادن و زاده نشدن سزاوار حق تعالی است. اقتباس از سوره توحید که به کرات در مثنوی دیده می شود. بیت 1435 دفتر 33 بود. در بیت بعدی مبهوت هم بار دیگر و بار سوم بایستی باشد امروز. چون دیروز با خودم می گفتم خوشبختی وجود دارد ولی آسان نیست شناختنش و شاید این بار بود که جمله آن موسیقیدان بزرگ یونانی در مقابل این سخن من قرار می گرفت. به دختر 12 ساله‌اش با فریاد گفته بود خوشبختی وجود ندارد. این خانم در رادیوی فرانسه آن را بیان کرد. در بیت بعدی آمده است از ادراک سعادت مایوس مباش. یکی از کتاب‌هایم شاید چهارمین، ولی چهارمین این کتاب حاضر است، کتاب پنجم من سعادت خط تیره سلوک پدیدارها نام دارد. همچنین راو چنین عشقی به جو گر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. اگر حقیقتا زنده ای برو چنین عشقی جستجو کن و الا تو بنده و اسیر وقتهای مختلف خواهی بود. خوارزمی میگوید زینهار از ادراک این سعادت مایوس مباش و چهره مرا به ناخن ناامیدی مخراش.
و از روی کوتاه اندیشی آفتاب عشق بر اعیان حقایق هویدا گشته ای و به جناهین عشق و همت قاصد جناب کبریا گشته ای. پس هرچند عشق غالبتر و همت بلندتر، راه وصول نزدیکتر و حصول مطلوب مهیاتر. لاجرم تو را از خیش نظر باید دو و به بازوی عشق و قوت همت شمع وصال باید افروخت. بیت 1436 بود. در لحظات پیش فقط متوجه قاصد جناب کبریا گشته‌ای شدم در تفسیر بالا، چون برای بار اول است که قبل از خواندن تمام تفسیر بخش بزرگ آن را ادامه دادم به نوشتن در این متن قبل از اینکه آن را کاملا بخوانم. قاصد جناب کبریا گشته‌ای صحیح است در مورد من. این قاصد هستم، هم به معنای نبی در نوع سوم آن در پیام شناخت در پیامبر شناخت شیعی که پیشتر آورده شد از کتاب واقعی گاری رنگ‌ها و علم میزان در این کتابم، و اینکه سفیر می‌دانم پیامم را و به این دلیل کتابم سفیر نام گرفت، اولین کتابم، و فکر می‌کردم تنها کتابی است که می‌نویسم. تجربه نفسانیم را شهادت می‌دهم در آن، یعنی در سفیر. همین روز و ساعت 22:35 دقیقه در باب طلب ابیات بی‌نظیر را می‌آورم از دفتر سوم مثنوی مولانا. خشکی لب هست پیغامی ز آب که دو نقطه به ما تا آرد یقین این استراب. لب خشک و حال تشنگی این پیغام را از طرف آب به تو می‌رساند که یقیناً این جوش و جنبش تو را به ما خواهد رسانید. بیت 1441 بود. که این طلب کاری مبارک جنبشی، این طلب در راه حق مانکشی است. طلب تلاش خجسته ایست. طلب هر مانعی را در راه حق از میان برمی‌دارد. بیت 1442 بود. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. طلب کلید خواسته های توست و در حقیقت طلب به منزله لشکریان و پیروزمندی و افراشتگی پرچم های توست. هزار بیت 1443 بود. این طلب همچون خروسی در سیاه می زند نعره که می آید سبا. طلب در مثل همچون خروس سحری است که بانگ می زند، بامداد نزدیک است. بیت 1444 بود. گرچه آلت نیست تو می طلب، نیست آلت حاجت اندر راه رب. هرچند تو سبب و آلتی برای طلب نداری، در راه طلب حرکت کن. این را بدان که در راه خدا نیازی به سبب و آلت نیست. بیت 1445 بود. هر که را بینی طلب کار، ای پسر یار او شو پیش او انداز سر. ای پسر معنوی، هر کس را که در حال طلب وصال به حضرت مشروح مجاهده می‌کنی رفیق او شو و نسبت به او فروتنی کن. بیت 1446 مثنوی مولانا.